سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رئیس گزارش ماهانه خود در زمینه نقض حقوق مسلمانان شیعه از تاریخ 25 مارس تا 25 آوریل 2018 را منتشر کرد. در این گزارش به اقدامات تروریستی سنی های تندرو و که حرمت ها علیه شیعیان در کشورهای مانند عراق، افغانستان، عربستان، بحرین، سوریه، ایران، نیجریه و پاکستان اشاره شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شیرایس در این بازه زمانی 673 مورد خشونت علیه شیعیان در جهان گزارش شده است بر اساس این گزارش در پی این اقدامات خشونت میز 128 تن به شهادت رسیده و 180 تن دیگر مجروح شدند همچنین در این مدت 236 تن بازداشت و 114 نفر نیز با احکام خلاف حقوق بشر دادگاه های کشورهای مختلف روبرو شدند 18 مورد نیز شامل اقدامات خشونت محور دیگر مانند پرهیز از ارائه خدمات بهداشتی و یا نقض حقوق شهروندی است به گفته شیرایسواچ با, با توجه به اینکه در چند ماه اخیر به طور میانگین در هر ماه 60 تن از شیعیان به شهادت رسیدهاند می نتیجه گرفت که در ماه گذشته میلادی خشونت علیه شیعیان بیش از 100 درصد افزایش داشته که گویای وجود موجی جدید از خشونت علیه شیعیان است سازمان جهانی فاش در گزارش ماهانه خود از منابع خصوصی و برخی منابع معتبر همچون افراد و فعالان حقوق بشری حاضر در کشورهای مذکور استفاده کرده است بر این اساس آمار و شواهد جماوری و مستندسازی شده توسط فاش تنها گوشه از اقدامات زدشی سازمان یافته ی این سیروز در سراسر جهان را نشان می‌دهد سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرسواش در پایان گزارش ماهانه خود تأکید کرده است که هدف از نشر این گزارش ها توجه و اقدام به برقراری عدالت بین افراد یک جامعه است و در این راستا هیچ انگیزه سیاسی یا منفعت خصوصی وجود ندارد.